در دوران سابق سالی کشور نوعی مرغوب در وزای شرقی مملکت از جهت اقتصاد و اجتماع گام های استوار گذاشته در برابر بنیاد انشاءات اقتصادی و اجتماعی برای بهبود بخشیدن صفت راه و دیگر انشاءات کمونیکاسیونی توجه خاص ظاهر کرده می شود. مطابق همکاری های سودمند حکومت جمهوری تاجیکستان با بانک جهانی بنیاد پول ها در موضع های علیچور، مرغوب، بشگونبز و کهنه قرغان بنقشه گرفته شده سال 2020 کارهای آموزشی انجام داده شدند. سال روان باشد کارهای ساختمانی در پول های نزد روستای کهنه قرغان و در کیلومتر 914 سمت راه خاروخ شهر آش جمهوری قرقیزستان آغاز گردیدند. مبلغ گذاری ساختمان را بانک جهانی به عهده داشته، کارهای بنیادی را متخصصان شرکت چاینا روید جمهوری خلقی خطای پیش میبرند. در روزه پول 16 متر را در بر گرفته، حالی حاضر از جانب ساختمانچیان کارهای نصب و وصل کنی در زود خرد بیتون براری ادامه دارند. در یک وقت کارهای سایه مستحکم کنی وسعت یافته برای تامین شرایط لازمی جهت رواج منبعی کارهای ساختمانی کوشش به خرج داده می شود. پلهای کهنه که هنوز در دوران اتحاد شوروی انیخترش سالهای 60 قرن می گردد با بنیاد پلهای نو شرایط حرکت در مسیر افتومبیل گرد قلمرو ناحیه مرغوب به مراتب بهبودی خواهد یافت. ضمن بازدید رئیس ناحیه حسنی رجب‌زاده با کارهای بنیادی از نزدیک شناس گردیده برای صورت بخشی اونها تبادل نظر کرده شد. مطابق اطلاعی راهسازان پولها سال روان در سال گرامی داشت 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار داده خواهند شد. سلات عمومی رقم 7 ناحیه روشان تاریخ زیاده از 70 ساله داشته سال 2018 با سپارش بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از نو بنیاد گردید. با درخواست آموزگاران این مؤسسه تعلیمی اون به نام یکی از سابق شاگردان این مکتب عالم تاجیک سیاستمدار خادم دولتی محبتشاه روزداروف نامگذاری شد. با افتخار این روز سعید در صحن مکتب نامبردار چرابینی سیاسی دایر گردید. در حالت تنتنا پرده از روی پیکره عالم تاجیک برداشته شد. آموزگاران و طالب علمان مؤسسه تعلیمی رقم 7 ناحیه روشان به خاطر بزرگداشت محبتشاه روزداروف در تالار مکتب لوحه خاطروی گذاشتند. در لوحه لحظه های گوناگون زندگی نامه عالم جای داده شدند. سابق همسبقان شادروان محبتشاه روزداروف یادآور گشتند که این مرد دانا یکی از شاگردان علاخان مکتب به حساب رفته در همه چورابینی های آن شرکت فعالانه داشت. با استفاده از فرصت مناسب نمایش دستاوردهای شاگردان مکتب برگزار گردید. مهمانان از نمایشگاه دیدن نموده لحظه چند در نزد لوحه یادگاری توقف نمودند. پس آن در مجلسگاه مؤسسه تعلیمی مجلس تنتنوی بخشیده به نام محبتشاه روزداروف نامگذاری شدن مکتب تحصیلات همگانی رقم 7 دایر گردید. در مجلس تنتنوی معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان نظیره امیربیگزاده شرکت ورزیده از نام رئیس ولایت جمع آمدگان را به افتخار این روز سعید تبریک نمود. وی افزودند که پاس خاطر شخصانی که برای خلق و وطن خدمت صافدلانه نمودن ضرور و فرض بوده، بارها از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید گشته است. از بس که محبتشاه روزداروف سالیان زیاد در دانشگاه دولتی شهر خاروخ به حیث استاد فن فلسفه سبق داده بود، شاگردان زیادی را تعلیم داده است که بیشتری از آنها در مجلس تنتنوی حضور داشتند. چند نفری از آنها استاد محبتشاه روزداروف را یادآور شده در حقش سخنان نیک گفتند. از دید آنها محبتشاه عالم و استاد با سلیقه بوده، نه تنها در دانشگاه بلکه بیرون از آن هم آبرو و اعتبار کلان داشت. بعد با فرجام رسیدن مجلس تنتنوی با قوای سندکاران بخش فرهنگ ناحیه و دسته هوسکاران مؤسسه تعلیمی رقم 7 ناحیه روشان به حاضرین برنامه های کنسرتی پیشکش گردیدند. مون سرداری نظرات اندازی ناحیه روشان احمد بیک احمد بیکاف دو طلبانی ازمون را بار دیگر با نظام نامه ترتیب و شرط های ازمون ایحدی حکمان شناس نموده اظهار داشت که سپردنی انداز برای هر یک شهروند هم قرض و هم فرض است. کودکان و نوفرسان باید از خردسالی مفهوم و ماهیت این سخنان را درک کنند و بدانند که چرا والدان آموزگاران و قشرهای دیگر جامعه انداز می سپرند. مبلغی که مقامات اندوز جمع‌آوری می‌کند با کجا یا برای چی مصرف می‌شود؟ این عادی‌ترین سوال‌هایی است که هر یک نفر به آن پاسخ
پاسخ داده تواند. آزمون از دو نامینیسیا عبارت است. نامینیسیا اول رسم بهترین زیر عنوان انداز از نگاه نورسان و نامینیسیا دوم بهترین داننده کدیکس انداز جمهوری تاجیکستان عنوان دارد. پس از آن هر یک از داوطلبان ماهیت و اهمیت رسم خود را شرح و توضیح دادند. توسط تصویر که دکان نورسان با ایحات حکمان فکر و عقیده خود را درباره ماهیت و اهمیت انداز بیان نمایند و به سوال های لوگیشون پاسخ گردانند. در نامینیسیا اول دهان نفر رسامان نوراس از مؤسسه های تعلیمی ناحیه در بنای قصر فرهنگ ناحیه جمع آمدند تا در آزمون انداز از نگاه نورسان و بهترین داننده کدیکس انداز شرکت نمایند. این آزمون زیر سرپرستی کمیته انداز جمهوری تاجیکستان دایر گردیده با 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بخشیده می شود. مقصد اساسی آن شناسایی هرچه بیشتر کودکان و نورسان و جوانان با فرهنگ انداز سپاری می باشد. هر یک نورس باید از خردسالی درباره ماهیت و اهمیت انداز در انکشاف ساحه‌های مختلف جامعه و وضع اجتماعی اهالی کشور معلومات کافی داشته باشد. رسامانی نورس یکی از پس دیگر رسم‌های جالب و پرمضمونشان را به ایحات حکمان پیشنهاد کردند و هر یک جزئیات تصویر را به طور فشرده شرح و توضیح دادند، زیرا حکمان در برابر تصویر زیبا همچنین به مضمون ماهیت آن نیز توجه خاص ظاهر می‌کردند. موضوع اساسی رسم کشیده شده من اگر یعنی شخص می‌خواهد که چنین شرح داشته باشد، پس انداز را باید سر وقت سپارد. در همین اول ما دستان انسان را می‌بینیم و همان دستان انسان این شخص واقعی حقوقی می باشد که به بودجه دولتی یعنی انداز می سپارد، مبلغ می سپارد و از همان بودجه دولتی گرفته مکتب ها بنیاد می شوند. از صحبت شرح و ایضاح داوطلبان عیان گردید که آنها به این آزمون آمادگی جدی دیدند و درباره اهمیت انداز در رشد اقتصاد دولت و بهسازی زندگی جامعه معلومات زیاده را به دست آوردند. خودشان اقرار شدند که قبلا درباره انداز و کارمندانشان تصورات خیلی ناچیز داشتند، اما بعد اعلان آزمون و شرکت در آن به طور دقیق درک نمودند که انداز چیست و مبلغ انداز به چی مصرف می شود. انداز این درآمد اساسی دولتی می باشد. موافق ماده 5 کدکس انداز نمودهای انداز را به دو نمود یعنی عمومی دولتی و محلی جدا کرده است. به اندازهای عمومی دولتی انداز از فایده، انداز اجتماعی، انداز از ذخیره های طبیعی. در نامینیسیای داننده بهترین کدکس انداز جمهوری بیشتر خوانندگان شرکت نمودند و به سوال های حکمان پاسخ گرداندند. دانستن حقوق و عهده‌داری های انداز سپارندگان و خود کارمندان مقامات انداز، مسئولیت انداز سپاری شهروندان اید به اجرای عهده‌داری های انداز، شرح توضیح باب و ماده های کدکس انداز از جمله آن سوال هایی بودند که داوطلبان به آنها جواب گرداندند. پس از تحلیل و بررسی ایحات حکمان غالبان آزمون را معین و در وضعیت تنتنوی به آنها افتخارنامه رئیس ناحیه و مکافات پولی تقدیم نمودند. ایحات حکمان بار دیگر غالبان را تبریک نموده از آنها دعوت نمودند که به دور ولایتی آزمون آمادگی جدیدتر را بگیرند. در چند روزی باقی مانده دانش نظروی و عملی خود را باز هم بیشتر صیقل دهند، زیرا در دور ولایتی بهترین رسامان و دانندگان کدکس انداز از شهر ناحیه های ولایت شرکت میکنند و رقابت باز هم تیز و تند میگردد. با مقصد فهمانده دادن قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ اهالی و حدود از حالتهای فوق‌العاده دارای خصوصیت طبیعی و تکنوگنی در قسم حربی 07250 کمندتوره حربی گارنیزون خوروخ همایش مشورت دایر گردیده، در رفت آن از جانب کارمندان ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدانی ولایت اخبارات منظور گردانیده شد. ذکر شد که قانون معیارهای تشکیلی و حقوقی را در ساحه حفظ اهالی و حدود جمهوری تاجیکستان از حالتهای فوق‌العاده خصوصیت طبیعی و تکنوگنی داشته را معین می نماید. اینچنین مناسبت های جمعیتی اوید به پیشگیری کردن حالت های فوق‌العاده و کم کردن حجم ضرر و تلفات از حالت های فوق‌العاده، رفع آنها و سری وقت آگاه نمودن اهالی در منطقه های خوفناک جایگیر شده از حالت های فوق‌العاده خصوصیت طبیعی و تکنوگنی داشته را به تنظیم می دارد. مقصد از گذران مشغولیت آموزشی این فهمانده دادنی قانون و قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان در ساحه حفظ اهالی و حدود از حالت های فوق‌العاده خصوصیت طبیعی و تکنوگنی داشته و اینچنین آید قانون جمهوری تاجیکستان در باره مدافع گرجدانی و امروزا متخصصان ریاست کمیته حالت های فوق‌العاده در ولایت تصمیم گرفتن با کمندتور حربی گارنیزون شهر خوروخ یعنی چنین مشغولیت گذرونند و
البته این از طرف دیگر بلند برداشتن سویه دانش خود قوه و حوصله جزء تومه قوه مسلح می باشد. در جریان آموزش همچنین آید ماده های قانون و مقامات هماهنگسازی نظام یگانه معلومات منظور گریده از جانب دسته نجاددهی اسباب و آلات های لازمی به اشتراکداران پیشکش شده طرز استفاده برای آن نمایش داده شد. اشتراکداران در نوبت خود به سوال های پیشنهاد نموده شان جواب های مشخص گرفتند. در وادی دره آقجلگه پنهان از نظر آدمان تخمیناً 50 کیلومتر دورتر از مرکز جماعت دهات علیچوری ناحیه مرغاب باقی مانده های شهر قدیمه که با نام های بازار دره و شهرک سمرقند مشهور است جایگزین می باشد. راه به سوی این مکان از بالای عقبه که از سطح بر زیادهش 4000 متر بلندی دارد می گذرد. تا سال های 60 عصر گذشته کسی از موجودیت باقی مانده های شهرک متالورگان قدیم در دل کوهساران آقجلگه خبر نداشت. نخستین بار آرکئولوگ اینستیتوت تاریخ آکادمی های تاجیکستان میره بوبنو و در بازاردره حفریات گذران قید می نماید. عنوانجوی اینستیتوت تاریخ اکادمی علم های جمهوری تاجیکستان فیروز شاهین بکف. یکی از کشفیات های میره الکسی بوبنو را می توانیم نمبر کنیم بازاردره که یعنی وای در عصر های میانه تمام عصر میانه را از نقره تامین نموده است. یعنی وقتی که در تاریخ در عصر های میانه یعنی یک مفهومی است که وقتی که بوران نقره به وجود میاد در دوای یعنی بعد سومانیان در دوره یعنی قرخانیان نقره که یعنی کم می شود دیگر کانهای نقره یعنی ایران و آسیای میانه این دولت ها رو یعنی طلبات این دولت ها رو به نقره تامین کرده نمی توانند. اونها مجبور شدند که تو بلندکوه ها تو پامیر کانهای قدیمه رو کارکرد نمایند و چخیل جالب است که میر الکسی بومنوف یعنی یک مسکنگاه یعنی یک شهرک مهدنکابان رو در پامیر شرقی با نام بازاردره کشف نموده است. از روی معلومات بوبنوا بنیاد بازاردره به عصر های 10-12 راست آمده یکی از بوشیشگاه های متالورگان تاجیک می باشد. باقی مانده های شهر که دارای کاروانسرای کوره هایی که در آنها فلزات می گداختند و حمام و خانه های استقامتی بود از آن شهادت می دهد که در این مکان در گذشته دور فعالیت خواجگی داری موجود بوده است. این موضع مکانی موقتی زیست نبوده شهرک خرده بوده است که دارای بازار کاروانسرای منزل های استقامتی و دیگر نمودهای خواجگی داری بوده است. کوچه مرکزی آن 2000 متر کوادراتی را در بر گرفته از دو طرفش باقی مانده های 90 منزل های استقامتی تا کنون وجود بوده همچون متالورگان با سلیقه در تمام حدود آسیای میانه مشهور بودند. یعنی تمدن اجدادان تاجیک از دایره وادی برآمده تا کوهساران پامیر و در مثال بازاردره تا پامیر شرقی پهن گشته است. در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان کوهشناسان تاجیک ذخیره معدن نقره را در دره آقجلگه معین نمودند. در نتیجه معلوم گردید که ذخیره آن بزرگ می باشد. چون این عامل ها را به نظر گرفته از روی موافقه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلقی خطای در موضع آقجلگه کارخانه مشترک کارگرد معدن نقره بنیاد گردید. متاسفانه با سر زدن کسلی سرایتی کرونا ویروس فعالیت آن موقتا قطع گردید. پیام نوبتی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تاکید کرد که خوانندگان مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی در برابر آموزش زبان دولتی با زبان های خارجی را نیز خوب از خود نمایند. با برداشت از این سخن ها خواننده صنف هشتم مؤسسه تعلیمی رقم نهم به نام اقرزابیق علی نظر به شهر خورخ تنزیله عبدالله و به آموزش زبان روسی توجه خاصه ظاهر نموده در پایتخت کشور شهر دوشنبه در آزمون جمهوری از این فن اشتراک نموده سازوار جای افتخاری گردید. دیرکتور مؤسسه سرایو بختالت و ذکر داشت که ماز زحمت و مهنت شبانه روزی آموزگاران و والدین و خوانندگان بود که توانست در این چوربینی سطح جمهوری غالبیت را به دست آورد. سپس خواننده از جانب ماموریت مکتب با افتخارنامه و مکافات پولی قدردانی کرده شد. به گفت آموزگار فن زبان روسی زرگل داد خدای و شاگردش در درس همه طرف فعال بوده توانست در سطح جمهوری نام مؤسسه را بلند بردارد. تنزیله یکی از خوانندگان بهترین مؤسسه ما به شمار می رود. وی دختر با ادب خوکسور و میندوست می باشد. در سند وی رو همه حرمت و احترام می کنند. با هم سنفونش معامله خوب دارد. من همچون آموزگار زبان روسی به تنزیله از سنف دویم سر کرده درس می آموزم. وی هر یک سپورش مرو
اجرو می کند. با تنزیل من در سوی الوگی تشکیل می کنم و هر یک سپورش مرو وی در وقتش اجرو می کند. وی نه این که نطق تشفویی خوب دارد، بلکه نطق خطی او نیز خوب انکشاف یافته است. من با تنزیل پیش از اما سلامتی و در خوندنش بربوری او و موفقت او کلون رو ارزو می کنم. بگذور همه وقت تنزیل نومبردور مؤسسه خود و موزگورون خود و نومبردور ولیدون خود باشد. تنزیل عبدالله و ابراز نمود که اولمپیاد خیلی شفاف گذاشته او توانست با مهنت شبانه روزی خود غالبیت را به دست آورد. من با آموختن زبان روسی از خودی شفق رغبت زیاد داشتم و من در بسیار چاربینی های مکتبی و بیرون از آن اشتراک کردم. امسال من در اولمپیاد زبان روسی اشتراک نموده در دور جمهوری تظاهر جای سیوم گردیدم. من منداری خود را به معلمه زبان روسی داری خدای و زرگال والدانمون میرسانم. در اولمپیاد زیاده از 50 نفر اشتراک نمودن. اولمپیاد خیلی شفاف گذشت و من توانستم که تظاهر جای نمایان گردم و من بعد هم کوشش میکنم که در چنین چاربینی ها اشتراک نمودم. تنزیلا در جستجوی علم و دانش بوده نیت دارد که من بعد نیز در المپیادها و آزمونها اشتراک نموده نام مؤسسه خود را بلند بردارد. معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان نظیر امیربکزاده در پای جلسه کاری از آمادگی های گروه کارشناسان و فیلمسازان جهت تهیه فیلم حجتی به افتخار گرامی داشت 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان خبر داد. مفصوف با اعلام این خبر قید داشت که با مقصد همجانبه انعکاس نمودن سمت های گوناگون حیات خواجگی خلق ولایت در دوام صاحب استقلالی مملکت فیلم مذکور با جلب دایره وسیع کارشناسان ساحه های گوناگون آماده کرده می شود. گفته شد که ولایت مختار کوهستان بدخشان در زمان صاحب استقلالی مملکت با دستاوردهای بی سابقه رشد نایل گردیده، شاهراه ارتباطی بین المللی محض توسط ولایت مختار کوهستان بدخشان با کشور هممرز چین و احداث پولهای ارتباطی بر فراز رودخانه 5 باعث آن شده است که ولایت مختار کوهستان بدخشان همچون منطقه ترانزیتی موقع و جایگاه خود را در قلمرو کشور کسب نموده است. نظیره امیربکزاده شامل گردیدن ولایت مختار کوهستان بدخشان را در فهرست 10 گانه بهترین منطقه های سیاحی در بین کشورهای آسیای مرکزی و رشد باثبات ساحه های اقتصادی و اجتماعی ولایت را از دستاوردهای بنظیر صاحب استقلالی کشور عنوان نمود. قید گردید که جهت همجانبه فرا گرفتن همه جنبه های مهم اقتصادیات و اجتماعیات ولایت و انعکاس نمودن رشد بیمیلان سمت های مختلف خواجگی خلق ولایت، آماده نمودن لایحه امر رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان و نقشه تهیه فیلم را مهمانی داد نمود. گفته می شود که تا جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی فیلم مذکور پیشنهاد مخلصان تلویزیون بدخشان خواهد شد. در نمایش بخشیده به روز جوانان تاجیکستان، ریکتور دانشگاه دولتی شهر خاروق یوسف زاده گزارخان جوانان را به روز جوانان تاجیکستان تبریک نموده قید کرد که با نظر داشت مقام منزلت جوانان همچون قشر سازنده و بنیادکاری جامعه از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم حمومعلی رحمان نسبت امروز و فردای مملکت که بشک از فعالیت جوانان وابستگی مستقیم دارد توجه خاص ظاهر کرده می شود. در دانشگاه زیاده از 3000 نفر جوانان که 5% را جوان دختران تشکیل می دهند تحصیل علمی نمایند. جوانی دورانی از همه طلایی انسان است. آینده این خلق و ملت به واسطه در دست جوانان قرار دارد. امروز حکومت کشور نسبت به جوانان احترامی به اندازه داشته، این قشر جامعه را همچون کفیل آینده ساز تامین کننده ثبات و وحدت کامل ملی اعتراف میکند. معاون رئیس ولایت نظیر امیربکزاده از نام رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف اشتراکداران را به روز جوانان تاجیکستان تبریک نموده عرض داشت که استقلالیت برای جوانان شرایط مساعدی را فراهم آورد. از شرافت استقلالیت نقش جوانان همچون روی پیشبرنده جامعه خیلی گسترش یافت و امروز در تمام جاده ها جوانان به کارهای رهبری در همه شاخه های حاکمیت و ساختار و مقامات دولت جلب می شوند. جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان دائم در مد نظر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم حمومعلی رحمان قرار دارند. امروز جوانان به ساحه ورزش دقت جدی داده در مسابقه های جمهوری و بین المللی شرکت ورزیده 180 مدال را به دست آوردند. جوانان را همچون آینده ساز دولت و ملت قوه پیشبرنده و نیروی
حرکت دهنده اعتراف کردنی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان باعث با لیدرویی و افتخار ملی گردیده اعتماد ملی جوانان را به فردای درخشان قوی و مسئولیتشان را برای افزای دستاوردهای استقلالیت دوچند می‌نماید. در همایش مدیر بخش جوانان دانشگاه دیدارشو نصرالدینوف عرض داشت که جوانان کشور خود را واقعا دوام دهندگان شاکاری‌های رهبر عالی کشور پنداشته مکتب بزرگ وطن دوستی پیشوای ملت را سبق بزرگ زندگی انتخاب نمودن مسئولیت بزرگ تاریخی و قرض پر افتخار فرزندی خود را سربلندانه ادا می نمایند و برای رشد و نموی روزافزون کشور همچون آیندگان فردای وطن و پیروان اصیل و صادق پیشوای ملت خدمت می نمایند. ما جوانان واقعا خوشبختیم که در زیر لوای وحدت در چنین دولت آزاد و آسایشته عمر به سر می بریم و این چنین مینداری خود را به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می رسانم که همه جانبه ما جوانان را دستگیری می نمایند و شعار ما جوانان این است که یعنی جوانان با پیش همیشه با پیش ای جوانان با پیش همیشه با پیش تاجیکستان با پیش همیشه با پیش. تنها ایسی بلند خودشناسی خودآگاهی ملی وطن دوستی وطن پرستی و صداقت جوانان به وطن ملت و آب و خاک سرزمین اجدادی گروی امنیت و آسایشته جامعه پیشرفتی دولت و آبادی امروز فردای تاجیکستان صاحب استقلال می باشد. خصوصا آینده ساز جهان ما جوانان تشکیل می دهد. جوانان خود یک بهار عالم افروز می باشند که یک جوان مرد باید در دل خود میری وطن پرستی، میری جوان مردی داشته باشد. چه خیلی که پیشوای ملت در واخوریایشان قید کردن، جوانان آینده سازی ملت می باشند و باید هر یک جوان از گذشته تاریخی و آینده ساز ورق زنند. یعنی جامعه در دست جوانان می باشد. جوانان باید کوشش کنند که وقت خود را بیوده نگذشته و دانش و علمای خود را ترقی دهند. جوانان نباید در داخل کشور، باید که بیرون از کشور دانش خود را سیخل دهد و در همه کارهای جمعیتی سمگذار باشند. روز جوانان مبارک. در فرجام همایش برنامه فرنگی پیشکش اشتراکداران گردانیده شد. جمعیت دارای مسئولیت محدود سیاحان از سال 2014 این جانب در جمهوری تاجیکستان به خدمت رسانی مسافرکشانی مشغول بوده، برند رخش تاکسی 3333 تا امروز به مردم با صفت بلند خدمت نموده ایستاده است. با مقصد گسترش و وسیع نمودن دایره خدمت رسانی ها، این چنین تامین شهروندان با صفت بلند مسافربری نقلیاتی اتومبیلی موثر، رهبریت رخش تاکسی 3333 تصمیم گرفته است که فعالیت را در شهر و نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان راه اندازی نماید. با این مقصد واخوری رهبریت این شرکت با نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و مسئولین سمت نقلیات دایر کرده شد. قید گردید که خدمت رسانی نقلیات 3333 از 10 سومانی در 3 کیلومتر شروع شده، من بعد هر 1 کیلومتر با نرخ 2.5 سومانی ثبت می شود. علاقه گرفتن با شرکت طریق تلفن های موبایلی صورت گرفته، زنگ درخواستی رایگان می باشد. در واخوری اینجوری نماینده شرکت دیگری مسافرکشانی جمعیت دارای مسئولیت محدود دی اوستریت با برند 8800 شرکت ورزیده دایر به فعالیت جمعیت معلومات تازه منظور نمود. گفته شد که با دستگیری مسئولان صحه نقلیات و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، شرکت های رخش تاکسی 3333 و اوستریت 8800 می توانند فعالیت خود را نخست در حدود شهر خاروخ و من بعد در ناحیه های ولایت براه مانند. نمایندگان بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت و مسئولان صحه نقلیات در نوبت خود قانون و قویده های فعالیت در ولایت و طرز حجت گذاری را به نمایندگان شرکت ها فهمانده دادند. در فرجام واخوری معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان امیدجان ناصرزاده با خلاصگیری از برامت های طرفین قید نمود که رشد این نمود خدمت رسانی ها در شهر و نواحی ولایت برای تاسیس جای های نویکاری برای ساکنان ولایت و در این زمینه افزودن درآمد بودجه محلی و مسکونان مساعدت خوب دارد. جلسه با اشتراک بی‌واسطه رئیس ناحیه شغنان جمعه‌زاده جمعه‌شو فقیر برگزار گردیده، در آن عاید پیشگیری سوء استعمال مواد نشه‌دار، اجرای بندهای استراتژی ملی مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2013-2021، راجع به فعالیت مقامات و ساختارهای حفظ حقوق و دیگر مقامات‌های دخلدار ناحیه تبادل نظر کرده شد. گیو حیدرزاده سردار استوری رئیس اجنتی نظارت مواد نشه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان
در ولایت مختار کوهستانی بدخشان از خصوصی مبارزه بر ضد معاملات غیر قانونی مواد نشادار برآمد نموده ابراز داشت که در برابر مبارزه با معاملات غیر قانونی مواد مخدر مساله پیشگیری پنشوی نشمندی در بین اهالی یکی از سمت‌های مهم فعالیت حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. متاسفانه سال‌های اخیر مساله گردش غیر قانونی واسطه‌های نشادار، ماده‌های پسیخوتروپی و پرکورسورها به یکی از مشکلات گلوبالی تمام بشریت تبدیل یافته است. ذکر گردید که نایه شغنان از روی موقع جغرافی با جمهوری اسلامی افغانستان در مسافه 95 کیلومتر امسرحد بوده، در جبهه اول انتقال مواد نشه‌آور قرار دارد. گلغونچه سید عربزاده، معاون رئیس نایه شغنان، اهل پیشبرد کارهای تشویقاتی تبلیغاتی در سمت خطر مواد نشه‌آور، مقاومت بر ضد نشه‌جلابی و دیگر کارها جهت پس کردن سطح نشه‌مندی در نایه عرض زده گفت، گرچه که شماره نشه‌مندان در حدود نایه نسبت سال‌های پیش کم گردیده باشد، هم مبارزه علی این کردار با جمعیت خوفناک در انبستگی با حال جامعه پرزور گردیده ایستاده است. متاسفانه نوابسته از گذراندن چوربینی ها و کارهای فهماندهی علیه مواد مخدر انوز تعداد نشه‌مندان نگران کننده بوده. فعلا در قلمرو نایه شغنان 114 نفر نشه‌مند به قید گرفته شدند. باعث تاسف است که زنان نیز به این عمل دست زده، نوبالغان هم با استعمال مواد بنگدونه از این مرض استثناء نیستند. قید گردی که دوام سال جاری از طرف زادگان نایه شغنان 5 نفر به معاملات و قاچاق غیر قانونی مواد مخدر دست زدند که این عمل ناشایان باعث نگرانی اهل جامعه می باشد. رئیس نایه شغنان جمعه‌زاده جمعه‌شافقیر وابسته به فعالیت شهرو در عملی نمودن استراتژی ملی مبارزه بر ضد گردش غیر قانونی مواد مخدر، پس نمودن سطح نشه‌مندی در مقیاس نایه، پیشگیری این کردار ناشایان با مقامات ارض حقوق، رئیسان جماعت هایی که با دولت اسلامی افغانستان امرز هستند، نمایندگان دین، معارف و شعبه زنان و اویله نوحیه سپارش داد. تاکید رفت که در این ردی فعالیت دست جمعانه را برو گذاشته با هموانگی و امگیرویی برزید این و با مبارزه برند. از جانب نمایندگان مقامات ارض حقوق تکلیف و ملاحظه های سودمند بابت پیشگیری این کردار ننگ آورد به میان گذاشته شدند.